انتظاره خدای خدایان، او اخیرا دیدم که گروه های اپوزیسیون شاهزاده بر سر یک هدر ایکس یا همون توییتر با همدیگه هم رأی و هم نظر شدند و لوگویی از شعار معروف انقلاب مهسا، همون زن زندگی آزادی، رو ترویج میکنند که همگی همون هدر رو استفاده کنند. مبارکه. ظاهرن یک اکانت ناشناسی کسانی رو که از این شعار استفاده کردند رو در جدولی لیست کرده و همین باعث شده که به ذهنشون برسه که آره، همه مثلا یک هدر مشترک میتونن داشته باشن، چه اشکالی داره؟ خب کار به حواشی این لوگو ندارم که چه کسی اون رو طراحی کرده و اینها، مهم نیست. به هر حال این لوگوی هدر شعار معروف مردم در انقلاب مهسا است که همه قبولش داریم، زن زندگی آزادی. هدر مشترک گذاشتن از این شعار خوبه، اما راستش این برای اون دسته از اپوزیسیونی که معلوم نیست اپوزیسیون رژیم هستند یا اپوزیسیون شاهزاده، برای اونها این یک گام رو به جلو محسوب نمیشه، یک گام درجا هست. البته از هیچ بهتره. دیدید این سربازها وقتی درجا قدم رو میرن؟ یک دو سه چه خوبه، انگار دارن قدم برمیدارند اما جلو نمیرند، در جا میزنند. خب چرا به نظر من این هدر در جا زدن هسته؟ چون چیزی به این گروه ها اضافه نمی کنه، اطلاعاتی از اونها نمیده، اشتراکی از اونها رو نشون نمیده. اینکه همشون این شعار رو قبول دارند بحثی نیست، این شعار مردم بوده، مردم در انقلاب سال گذشته این شعار رو سر می دادن، زن زندگی آزادی. و همینطور مرد میهن آبادی، مردم این شعارها رو سر می دادن، ما هم قبولش داریم. بحثی بر خود شعار زن زندگی آزادی نیست. بگذاریم از این که نمیدونم چرا شما الان میخواید این بخش مرد میهن آبادی اون رو از زبان مردم حذف کنید. او شاید لازم باشه یک کلیپ هم به اون اختصاص بدیم که اهمیت مرد میهن آبادی در شعار مردم برای چی هست و چرا شما میخواید اون رو حذف کنید. اما فعلا کار به اون تیکه نداریم. موضوع اینه که گام روبه جلو اینه که یک امر وحدت بخشی در بین خودتون ایجاد کنید. مثلا یک منشوری بنویسید و همه پای اون منشور هم پیمان بشید. به این میگن یک گام روبه جلو. میدونید مثلا اون تبریک سال نوی میلادی پارسال رو یادتون میاد؟ شاهزاده رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون و علی کریمی و نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد و گلشیفته فراهانی و فکر میکنم شیرین عبادی بودند که با همدیگه متن یکسانی رو توییت کردند یا ایکس کردند، حالا هرچی. اون خوب بود چون نوید یک منشور همبستگی رو میداد. قرار بود که یک منشوری رو همه با هم امضا کنند. اگه قرار نبود که به یک منشوری ختم شه، راستش پست های همزمان و یکسان گذاشتن هیچ فایده ای نداره. گیم که بازی نمی کنیم، سرود و دکلمه که نمی خواهیم اجرا کنیم. پارسال خب به هر حال منشوری امضا شد و خیلی زود زمین خورد، چون واقعا وجه مشترکی بین اون امضا کنندگان منشور وجود نداشت بماند. اما حالا این هدر مشترک خوبه، اما اگه قراره که فقط همین باشه که هیچ فایده ای نداره. ولی اگه نه، شما هدر مشترک دارها حالا میتونید یک منشور مشترک هم داشته باشید، اون وقت اون میتونه یک گام رو به جلو باشه. البته به شرط این که اون منشور هم خیلی گنگ و کلی نباشه و ناشی از یک وجه مشترکی بین شماها باشه. بد است و خوب است نباشه. در اون منشور معلوم باشه که مثلا در صورتی که مردم شما رو حمایت کنن و شما پیروز بشید، نظام مثلا جمهوری ایرانی میخواید یا نه نظام فدرال میخواید، دین از دولت جدا میخواید یا نه مثلا جایگاه اسلام به هر حال باید برتر از ادیان دیگه باشه، بعد مثلا با اعضای سپاه و نیروهای مسلح چیکار میخواید بکنید، این موارد رو باید اونجا در اون منشور مشخص کنید.
یک چارچوبی از آرمان و روشتون رو مشخص کنید، نه مثل اون منشور همبستگی که همه چی رو گنگ بگذاره. اون میشه یک گام رو به جلو، این که از چپ کمونیست تا اصلاح طلب آرمان طلایی امام، از مجاهدین خلق تا تجزیه طلب، همه بگن ما طرفدار زن زندگی آزادی هستیم. این یک اتحاد اضافه نیست، خودتون رو گول نزنید. حالا صدر احمد به اون مخالفتتون با پهلوی، اون باز یک اتحادی براتون محسوب میشه، مبارکه. اما این هدر شعاری چیزی به اون پهلوی ستیزیتون اضافه نکرده. فردا اگه مثلا یک رنگ مشترکم انتخاب کنید یا یک توییت مشترک بزنید، اینا چیزی به اتحاد شما اضافه نمی کنه. خودتون رو گول نزنید. اتحاد وقتیه که هدفتون یکی باشه، یا دست کم هدفتون به هم نزدیک باشه، نه اینکه هر کی هدف خودش رو داشته باشه و بعد با قبول کردن یک شعار مشترک زن زندگی آزادی بگید ما با هم متحد هستیم. نه، این فایده نداره. یک راه دیگه هم هست، به جای منشور میتونید یک رهبر مشترک داشته باشید. اون وقت نظرات اون رهبر میشه همون منشورتون، میشه اون آرمان ها و روش هاتون برای رسیدن به هدف. مثلا اگه این رهبر پیشنهادی اروپا کی بود، این خانم نرگس محمدی، ایشون رو یا اون خانم نسرین ستوده رو یا خانم نازنین بنیادی یا اون خانم افشینجم، خانم شیرین عبادی رو یا مثلا اون مریم رجبی رو یا مهتدی رو یا مصطفی هجری رو، مسیح رو، حامد رو، گلشیفته رو، مشالو نفرات شایسته رهبری برای خودتون زیاد دارید. فرق نمی کنه، هر کی، اگه همه تون بر سر یک نفر به عنوان رهبر به تفاهم برسید، اون وقت اون میشه یک گام رو به جلو. اون وقت نظرات اون رهبرتون میشه سرلوحه اهداف شما، مشخص میکنه که روش شما چی هست. ولی تا زمانی که جز پهلوی ستیزی هیچ مرام و مسلک مشترکی ندارید، هدر مشترک در حد شعار عمومی فایده ای نداره. خودتون هم میدونید که نه منشور مشترکی میتونید داشته باشید و نه رهبر مشترکی، چون اصلا ایده های یکسانی ندارید. هر کدومتون دارید ساز خودتون رو میزنید، البته جز پهلوی ستیزی در این نکته کاملا مشترک هستید. پس خودتون رو با این هدر مشترک گول نزنید. بدرود دوستان.